Bio, dije, bio, tú lo jodó, bio. Bio, calamos lo mejor, بیا داشتیشنمش کنه. این یک پلنگ بازیگوش ایرانی است که سر به سر راننده بیل مکانیکی معدن سنگ آهن خاف استان خراسان رضوی می‌گذارد. تصاویری که حدود 2 سال پیش گرفته شد. در این حادثه به کسی آسیب نرسید. حدود 2 هفته پیش از این تصاویر سر کله پلنگ همینجا پیدا شده بود. پلنگ رو بیل ببینم چه؟ خدا شاهد رو بیل پشت بیل. باشه بابا که پلنگ وجود نداره. پلنگی که ظاهراً در آن منطقه زندگی می کند و علاقه زیادی به بیل مکانیکی دارد. تصاویر مختلفی از پلنگ ایرانی ضبط شده، مثل این پلنگ و توله هایش، یا این یکی در پناهگاه حیات وحش چاردانگه کیاسر. پلنگ ایرانی زیرگونه ای از پلنگ هاست که مسلماً احتیاجی به ویزا ندارد و در کشورهای مختلفی زندگی می کند. این نقشه پراکنش زیستگاه پلنگ ایرانی است. از افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان تا قفقاز و کردستان عراق. با اینکه حدود 30% جمعیت آنها خارج از ایران هستند، پلنگ ایرانی نامیده می شوند. درست برعکس یوز پلنگ آسیایی که باقی مانده جمعیت آنها در آسیا، یعنی حدود 50 یوز پلنگ فقط در ایران زندگی می کنند، ولی یوز پلنگ آسیایی نامیده می شوند. پلنگ ایرانی هم در خطر انقراض است، اما جمعیت آنها بسیار بیشتر از یوز پلنگ های آسیایی است. احتمال داده می شود حدود 1500 پلنگ ایرانی در دنیا باقی مانده باشد. اینجا یکی از زیستگاه‌های پلنگ ایرانی است. کوههای اقلیم کردستان عراق. نبز و بهز دو برادر فعال محیط زیست در اقلیم کردستان هستند که برای شناسایی و حفاظت از پلنگ‌های ایرانی فعالیت می‌کنند. در گذشته تعداد پلنگ‌ها بیشتر بود. پدر بزرگ‌های ما اونها رو حتی در روز می‌دیدند. حتی پلنگ مادر با توله‌هایش را دیده بودند. برخوردهایی هم پیش آمده بود. به دلیل جنگ تعدادشون کمتر شد. در دهه 90 میلادی وقتی مردم که از جنگ فرار کرده بودند برای بازسازی روستاهایشان برگشتند، به طور اتفاقی پلنگ‌ها را شکار می‌کردند که تأثیر منفی بر پلنگ‌ها داشت. این حیوانات به صدای شلیک حساس هستند. مردم غذای پلنگ‌ها را هم شکار می‌کردند. همه اینها باعث کاهش تعداد پلنگ‌ها در کوهستان‌ها شد. اولین گام برای شناسایی پلنگ‌ها نصب دوربین‌های تله‌ای است. دوربین‌هایی که نتایج امیدوارکننده‌ای هم داشتند. 4 پلنگ ایرانی توسط دوربین آنها ثبت شده. جایی در کوه بامو نزدیک مرز ایران و عراق در استان سلیمانیه. در کردستان پلنگ‌ها در خطر جدی انقراض هستند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد پلنگ‌ها از 10 عدد کمتر است. در چند سال اخیر هم بیش از 10 پلنگ کشته شدند که خیلی ناراحت کننده است. مشکل اصلی پلنگ‌ها در کردستان از بین رفتن زیستگاه و شکارهای غیرقانونی غذای پلنگ است. کمبود آب هم در سالهای اخیر تأثیر مستقیم بر پلنگ‌ها گذاشته. مشکل عمده فعالیت ما هم وجود تعداد زیادی مین در مرز ایران و عراق است، جایی که ما کار می‌کنیم. مین‌ها فقط فعالان محیط زیست را تهدید نمی‌کنند، بلکه افرادی که در کوهستان‌ها رفت آمد می‌کنند هم در خطر هستند. کولبرها، کسانی که به طور دائمی در زیستگاه پلنگ‌ها رفت آمد می‌کنند، اما چون معمولاً به شکل گروهی تردد می‌کنند، پلنگ‌ها به آنها نزدیک نمی‌شوند. این کوه ها می تواند زیستگاه خوبی برای پلنگ های ایرانی باشد. البته اگر دیگر صدای شلیک و انفجار و جنگ شنیده نشود. هدف اصلی ما ایجاد منطقه حفاظت شده برای حیات وحش است. یعنی یک پارک ملی. این جانوران زیرک و زیبا توانستند با تمام خطرات محیطی همچنان به بقا ادامه بدهند. پلنگ های ایرانی که مرزی نمی شناسند و قلمروشان از کوه های هندوکش تا البرز و قفقاز و زاگرس گسترش دارد. اما اگر تغییرات اقلیمی و آسیبی که انسان به محیط زیست می‌زند ادامه داشته باشد، بعید نیست روزی مانند یوز پلنگ‌های آسیایی به انتهای خط نزدیک شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.